سلام خدمت شما همراهان عزیز کانال ایران بیوگرافی، حالتون چطوره؟ همینطور که میدونین ما در ایران بیوگرافی بازیگرای خوب کشورمون رو هم زیر نظر داریم. امروز سراغ فاطمه هاشمی، بازیگر خوب و توانای کشورمون میریم. البته هر کسی با شنیدن نام فاطمه هاشمی به یاد سیاستمدار کشورمون میفته، که البته ما در قسمتی جداگانه زندگی ایشون رو هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. فاطمه هاشمی متولد 22 بهمن سال 1347 در بندر انزلیه و همکنون 54 سال است. وی فارغ التحصیل دوره ادبیات نمایشی از فرهنگسرای نیاورانه. فاطمه هاشمی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خودش رو در شهر زادگاهش بندر انزلی به پایان رسونده و طی دوران تحصیل به گروه تئاتری در بندر انزلی پیوست. او به همراه اون گروه موفق شد چندین تئاتر رو در شهرهای رشت و انزلی به روی صحنه ببره. وی سپس در سینمای جوان گیلان در رشته فیلمسازی و عکاسی آموزش دید و پس از آن در فرهنگسرای نیاوران زیر نظر اساتیدی چون قطب الدین صادقی، خسرو حکیم رابط، رکن الدین خسروی، جمال میر صادقی و بهرام بیزایی در رشته ادبیات نمایشی تئاتر ادامه تحصیل داد و فارغ التحصیل شد. وی با بیان اینکه در ابتدا خانواده‌ام سخت مخالف بودند در خصوص موانع ورود خود به عرصه بازیگری اظهار داشت، در شهر ما انتخاب و کار در رشته های هنر بسیار سخت بود و از اون سخت‌تر شرکت در کنکور هنر بود. ما حتی مجبور بودیم برای گرفتن کتاب های کنکور هنر به تهران بیاییم. از تئاترهای معروفی که وی در آنها به ایفای نقش پرداخته میتوان به کوهولین به کارگردانی رکن الدین خسروی و ادیب شهریار به کارگردانی قطب الدین صادقی اشاره نمود. او به همراه تعداد زیادی از همدوره‌های خودش در اوایل دهه 70 وارد تلویزیون شد و با گروه‌های معروفی که در اون زمان شروع به ساخت مجموعه‌های طنز کرده بودند همراه شد. در رأس این گروه‌ها تیم سرحال مهران مدیری قرار داشت. آغاز فعالیت وی در تلویزیون با مجموعه پرواز 57 بود که بسیاری از دوستان خودش هم در این سریال طنز به ایفای نقش پرداختند. ما در ایران بیوگرافی پلیلیست های مختلفی داریم. الان براتون این بالا لینک پلیلیست بازیگران ایرانی رو میذاریم تا با زدن روی اون بتونین به آرشیو کلی بیوگرافی های بازیگرا دسترسی داشته باشید. وی پس از پرواز 57 با ساعت خوش خودش رو بیشتر سر زبون ها انداخت. البته جا برای بازیگران طنز خانوم در تلویزیون ایران در آن زمان زیاد باز نبود. به همین دلیل اکثر ماها نقش فاطمه هاشمی در این سریال ها رو یادمون نمیاد. بیشک بهترین و ماندگارترین نقش فاطمه هاشمی در نقش شاخ شمشاد در سریال شبهای برره مهران مدیریه. نقش یک زن لجوج و بد اخلاق که ریاست طلبه و امورات خونه رو به دست داره. وی از سال 72 تا 98 در بیش از 30 سریال تلویزیونی بازی کرده که مهمترین اونها میشه از شبهای برره، شوخی کردم، قرارگاه مسکونی، قهوه تلخ، در حاشیه، این چند نفر، پرواز 57، ساعت خوش و جنگ 39 نام برد. او یک بار هم در برنامه دور همی حضور پیدا کرد و درباره زندگی خصوصی خودش
نکات جالبی رو مطرح کرد. اگر بازم میخواستم انتقابی داشته باشم، وارد رشته هنر میشدم. شما بهتر میدونید که پشت شغل ما عشق است و اگر همین عشق نبود، تا به این اندازه حضور ما در این حرفه طول نمیکشید. وی همچنین افزود، اولین بار با همکاری نصرالله رادش و نادر سلیمانی توسط همسر رضا عطاران از فرهنگسرای نیاوران به پروژه پرواز 57 معرفی شدند و بعد از آن مجموعه‌های ساعت خوش، سال خوش، حرف تو حرف، آقای تعجب و شب‌های برره و خیلی از تلفیلم‌های تلویزیونی رو بازی کردم و افتخار این رو داشتم که اخیراً در قهوه تلخ و شوخی کردم با شما همکاری دوباره داشته باشم. فاطمه هاشمی در سال 1375 و در سن 28 سالگی ازدواج کرد و در حال حاضر نیز متأهله. اسم همسر وی مزدک مراقبی است. او در برنامه دورهمی در رابطه با نحوه آشنای خودش با مزدک میگه: من در یک مهمونی با ایشون آشنا شدم. در کنارش بسیار خوشبختم و آشپزی ایشون فوق‌العاده است، به طوری که اگر دخترم در خونه باشه ترجیحش خوردن غذاهایی که پدرش درست میکنه. نتیجه زندگی این زوج یک دختر به نام پریاست. پریا در حال حاضر در حال تحصیل موسیقی در هنرستانه. خب این هم از بیوگرافی امروزمون. امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه. لطفا نظرات و انتقادات خودتون رو برامون بنویسین. به نظرات و انتقاداتی که وارد باشه حتما عمل میکنیم و بهشون جایزه هم تقدیم میکنیم. در آخر این ویدیو دو تا ویدیوی دیگه هم بهتون پیشنهاد میکنم که قطعا با دیدنش اطلاعات زیادی کسب خواهید کرد. همچنین با زدن روی دکمه سابسکرایب میتونین عضو کانالمون بشین. ایران بیوگرافی، بیوگرافی آنانی که میشناسیم و نمیشناسیم.